دوستان و همراهان همیشه کانال حسین نظر مبی، درود بر شما. از صوفیه بلغارستان خدمت شما عزیزان هستم. مسابقات بین المللی کشتی جام نیکولای پتروف در حال برگزاری هستش. وزن 130 کیلوگرم. اولین کشتی دلاور کشورمون مرتضی الگوسی دلاور کنار دشتی ما با دانه قرمز در مقابل کشتی از ژاپن اوباتا با دانه آبی قرار گرفته. اسفند ماه 1401، روزهای پایانی 1401 رو داریم سپری میکنیم. ببینید دلاور کشورمون چه میکنن. امیدوارم که با مدال‌های رنگارنگ یک مقدار دل مردم ایران رو شاد کنن. در بینید دوست اشراق راستی هم دیگه کار میکنن. کشتیگیر ما حد قوارش درشتر نسبت به کشتیگیر ژاپنی، ولی کشتیگیر ژاپنی هم گلدار و چغر آب عقب نذاشته. هر دو کشتیگیر خوب در راستی هم دیگه کار میکنن. هر دو در میانه توشک و هیچ کدوم نمیخوان پا به عقب بزنن تا اخطار بدن به حریف. اوباتا همچنان، ولی خب کشتیگیر ما دستش بهتر داره کار میکنه، میره برای اجای فن. کشتیگیر ژاپنی فقط داره مقاومت میکنه و سعی میکنه این دست رو گرو بگیره و خب درخواست کمکاری میشه و اختار برای کشتیگیر ژاپن اوباتا باید دخواه که دلاور کشورمون بنشینه. مرتضا الگوسی ببینیم دخواه چه میکنه. درنده مدال برونز امیدهای جهان در افای روسیه هنوز دستار کاملا عبور نداره. چه تنوردن چقدری داریم کشتیگی ژاپنی. حالا سعی میکنه جفت و جور کنه برای بارانداز. حالا یه لحظه از چپ میره برای بارانداز، نیم تیر میکنه، دوتا رو میتونم بدن. یک بار دیگه کاملش میکنه تا خیال همه راحت بشه، جای حرفی نباشه. ببینیم یک بار دیگه میره برای بارانداز یا نه. خب همون یک بارانداز رو سخت میکنم برای دلوقتي کشورم. نه چه کشتی؟ سه بر صرف میشه. اولین کشتی امروز هستش در رشته فرنگی. ببینید چه میکنه در اول کشور بود. شانه های پیش متاسفان ارفان الهی اولین کشتیش رو باگذار کرد. یک باید سرشا خلاصه هم دیگه کار میکنن دو کشتی بگیر. و داور کشتی نگه هم میداره و به هر دو کشتیگیر تذکر میده که انگشتار رو نگیرن. کشتیگیر ما یه مرد قد قبارش بلندتره و وقتی سرگردن رو حالا یه لحظه اومد پیش بنداز ولی خوش خاک شو به امتیاز میدن یا نه. عموما اگر با اکشن عمل نباشه امتیازی رد بدن نمیشه. بله دوتر دادن بخاطر همین درخواست چلنج کرد کشتیگیر ژاپنی. یه جوره کشتیگیر ژاپنی مشکوک بود صحنه دوتا بدن یا نه، ولی خب امیدواریم دوتا رو بدن تا خیال ما یکم راحت بشه. خب درخواست چلنج میکنه حالا رو به کشتیگیر ژاپنی اوتاوا. ببینیم چلنج مورد موافقت قرار میگیره نه. یه لحظه مکس کرد قبل از اینکه خاک بشه. ببینید صحنه رو گوشه تصویری یه مقدار داریم صحنه رو، ولی خب کشتیگیر ژاپنی برای اجرای فن نرفت، یه جوری خودش افتاد. ببینیم نظر هیئت جوری چی هستش. درسته. خب برای اجرای فن نرفت. اگر پیچ پیچ که فن کمری یه حرکتی میخواست بزنه درست بود امتیاز نمیدادم، ولی خب چلنج رو هم واگذار کردن. یک امتیاز دیگه باید بدن به کشتیگیر ما، هرچه کشتی 6 بر 0 باید بشه. هنوز روی تابلو ثبت نشده. خب حالا روی تابلو ثبت میشه و بریم ادامه کشتی. 45 ثانیه تا پایان 3 دقیقه اول کشتی زمان داریم. 6 بر 0 یه خاک بگیر از یک کشتیگیر ژاپنی خیال هممون رو راحت میکنه. یک باید چرشا روسی بسه هم یک کار بکنه. حالا کشتیگیر ژاپنی سعی میکنه با زیر کپسر کشتیگیر ما را تشک خارج کنه. رو با جلو و با گلدوری کشتیگیر ما هم پاپس نکشیده، جفت و جور میکرد برای تندر که کشتیگیر ژاپنی خوش رو رها کرد. این اصلا کشتیگیر ما گرو گرفتید تا کشتیگیر ژاپنی رو از کار بندازه. کشتیگیر ژاپنی رو
گلداری میخواد که کشتی ما از تشک خارج کنه. 5 سال تا پایین سه دقیقه بر کشتی زمان داری تصدیر کرد و اداره میکنه کشتی رو تا وقت استراحت فرا برسه. خب 3 سال وقت استراحت و مهمتر از استراحت توصیه هایی که مربی زحمت کشورمون طالب نعمتور بهش خواهد داد و تاکتیکی که برش در نظر میگیرم برای سه دقیقه دوم. عزیزان پیج اینستاگرام حسین نظر MMA اونجا هم میتونید آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به کشتی عزیزانمون رو پیگیری کنید. دلاور کشورمون تو کارنامه خودش برونز جوانان جهان رو در اوفای روسیه گرفت، تو جام قهرمانان هم طلا گرفت، تو جام تختی سوم شد و مدال نقره جام سیراکوف رو داره و همیشه از صوفیه بلغارستان جام زیر 23 سال سیراکوف نقره گرفت. خب بریم ادامه کشتی دست دقیقه دوم. مسابقات بین المللی جام نیکولای پتروف و دانکلوف در حال برگزاریه. وزن ایتس 30 کیلوگرم، اسم مایزا 401. دو کشتی رو اصلا هم دیگه کار میکنه. حالا اوباتای ژاپنی حالا 30 سالی استراحت اومده که سرعت رو بالا ببره و اختار بگی از کشتی ما. کشتی ما نباید عقب بکشه، بهش اختار میدم و تو خاکش میشونم. حالت دست و پای کشیده ای داره کشتی ما نسبت کشتی ژاپنی، میتونه در خاک مسلطتر بنشینه، نباید عقب بکشه. خب نتیجه کشتی 6-1 میشه و حالا باید در خاک این کشتیگیر ژاپنی بنشینه. اوباتا ببینیم چه میکنه در خواهی در مقابل دلاوری کنار دستی ما. خوب داره جا و جا میشه و جا و جا میشه تا کشتیگیر ژاپنی نتونه مسلط بشه. حالا یه حسوم از راست به برای بارنداز یک بار دیگه فشار زیادی میاره، سعیش رو میکنه و نتونسته هنوز بکنه، هنوز نتونسته، نیتیق هم نکرده که امتیاز جا و جا بشه. خب داور سرپا میده، داور سرپا میده و کشتی ژاپنی نتونست کاری در خاک بکنه. خسته نشون میده کشتی ژاپنی. کشتیگیر ما هم میاد و خسته است ولی خب سرحلتان نسبت به کشتیگیر ژاپنی. خب داور میخواد که هر دو کشتیگیر میانه ای توشک بیان و کشتی آغاز بشه. یک بار سرشا راسی هم یک کار میکنه دست زیر کرد. ببینیم درامره کشفرمون میتونه کار رو تمام کنه یا نه، یا ادامه میده تا 6 دقیقه قانونی کشتی به پایان برسه. دست زیر کرد، کشتی ژاپنی هم مچه دست کشتیگیر ما رو گره گرفته تا مرتضی الگوسی رو از کار بندازه. همچنان رو اصلا یک کار میکنم و فریاد های نعمت رو از کنایه تشکه دیگه کشتی رو آروم کن و نیازی نداره که عجله کنه. یک دقیقه و 20 ثانیه زمان داریم. یه لحظه کمرگیری و یه دوتایی میگیره. نه چارتایی دادن، چارتایی دادن و کار تموم میشه. تبریک میگم در اوای کشور ما، اولین قدمش رو محکم و استوار برمی داره. خب دوستان تا لحظاتی دیگر، تا ثانیه‌های دیگر، بدرود.